ساعت 4 است در تهران، 8 نیم صبح اینجا در واشنگتن دی سی. بیننده این بخش خبری با من زینب آوین هستید. ابتدا سرخط خبر. We're talking about a ballpark of $20 to $30 billion a year. گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نخست وزیر پیشین اسرائیل نفتالین بنت میگوید جمهوری اسلامی سالانه 20 تا 30 میلیارد دلار برای نیروهای نیابتی خود در منطقه خرج میکند. ادعای وزارت اطلاعات درباره نقش اجنه شیطانی در خیزش انقلابی، مدیر ارشد وزارت اطلاعات میگوید دستورالعمل مقابله با اجنه تهیه شده. ادامه واکنش ها به مخالفت خامنه ای با رفراندوم، روزنامه کیهان نوشته رفراندوم راهپیمایی های روز قدس و 22 بهمن در کف خیابان است. و همزمان با ادامه مقاومت مدنی زنان ایرانی مقابل حجاب اجباری، صداد امر به معروف و نهی از منکر به شکست شیوه های پیشین برای اعمال حجاب اجباری اعتراف کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل به ایران اینترنشنال میگوید جمهوری اسلامی سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار برای فعالیت‌های خود در خاورمیانه هزینه می‌کند. به گفته نفتالی بنت این مبلغ توسط حکومت ایران در کشورهای مانند سوریه، عراق، لبنان و یمن خرج می‌شود. نفتالی بنت در گفتگوی اختصاصی با همکارم آرش علایی میگوید جمهوری اسلامی برای مسلح کردن گروه‌های نیابتی و همچنین پرداخت حقوق نیروی سپاه قدس این مبلغ هنگفت را از جیب مردم ایران هزینه می‌کند. I would say tens of billions of dollars a year, so it has a meaningful impact on the quality of life of Iranians. باید بگم ده ها میلیارد دلار در سال. بنابراین تأثیری معنادار داره بر کیفیت زندگی ایرانی ها. ایرانی ها متاسفانه از لحاظ آب و هوای پاک در مضیقه هستند. با تورم بسیار بالا و سقوط ارزش پول ملی مواجهند. چرا که بخش عمده ای از پولش صرف تروریسم میشه. گذشته از این جمهوری اسلامی حکومت بسیار فاسدیه. من در جریان گزارش های اطلاعاتی هستم. میزان هزینه ای که جمهوری اسلامی میکنه مضحکه و اینکه آیت الله ها چطور فرزندانشون رو در ناز و نعمت نگه می‌دارند. زندگی خانواده‌شون از کیفیت بسیار بالایی برخورداره در حالی که مردم عادی زجر می‌کشن. این هم نادرسته، هم ناعادلانه. جمهوری اسلامی من رو به یاد اتحاد جماهیر شوروی در دهه 80 میلادی میندازه. تنها چند سال پیش از سقوط شوروی از همین دست فساد اونجا وجود داشت. کادر رهبری سالخورده‌ای رو می‌دیدی که کاملاً منفک و جدا از جامعه بود. جامعه‌ای سرزنده رو می‌دیدی که به دنبال آزادی بود. شجاعت مردان و زنان جوان ایرانی که مشغول مبارزه برای آزادی‌اند، آزادی مذهب، آزادی بیان برای تمام دنیا الهام بخشه. بسیار زیباست. من اطمینان دارم که این رژیم پایدار نخواهد بود و دیر یا زود تغییر خواهد کرد که امیدوارم جایگزینش یک حکومت دموکراتیک باشه. This regime will not sustain itself and will be changed by hopefully a democracy. اجازه بدید برگردیم به میزان هزینه که جمهوری اسلامی میکنه. این پرسش خیلی از ایرانی هاست. ایران چقدر برای حزب الله خرج میکنه؟ چقدر از پول ایرانیا در یمن، در سوریه خرج میشه؟ So if I take all of the operations, meaning what they do in Lebanon, اگر کل رشته عملیات اونها رو مد نظر داشته باشیم، یعنی فعالیتاشون در لبنان، در یمن، در سوریه و همه دنیا، به علاوه حقوق افراد نیروی قدس که بازوی خارجی صدور انقلابه، چیزی در حدود 20 تا 30 میلیارد دلار در سال هزینه این اقدامات میکنه. این مبلغ میتونست آب تمام کشور رو برای ایرانی ها تصفیه کنه. میخوام به نکته اشاره کنم. ما در اسرائیل کشور کوچکی داریم که با کمبود آب مواجهه. اسرائیل همیشه با کمبود آب مواجه بوده، ولی رهبری اسرائیل طی چند دهه گذشته سیستم‌هایی تعبیه کرده که آب شیرین تولید می‌کنه و حالا ما بیش از میزان مصرفمون آب در اختیار داریم، در حدی که به همسایگانمون از جمله اردن میزان قابل توجهی آب منتقل می‌کنیم. آب باید حق اولیه هر کسی باشه. کشوری که به فکر منافع مردمشه اینطور عمل میکنه و متاسفانه جمهوری اسلامی به مردمش اهمیتی نمیده. That's what it looks like. Unfortunately, the Islamic Republic simply does not care about its people. آنچه دیدیم بخشی از مصاحبه اختصاصی ایران اینترنشنال با نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل بود. نسخه کامل این مصاحبه که در اون نفتالی بنت به پرسش‌های مختلفی درباره ایران و اسرائیل پاسخ داده، در بخش خبری دو بعد از ظهر پخش شد. تکرار این مصاحبه رو میتونید در بخش خبری 8 شب به وقت تهران ببینید.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و عمر استراتژیک از ترکیه با ما همراه. آقای، بنا به گفته نفتالی بنت، جمهوری اسلامی سالانه حدود 20 تا 30 میلیارد دلار برای فعالیت‌های خودش و حمایت از گروه‌های نیابتیش در منطقه هزینه می‌کنه. فکر می‌کنید چنین هزینه‌ای چقدر کمک کرده به نفوذ و استقرار بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه؟ خب ببینید، این کمک‌های مالی یا بذل و بخشش‌های جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران به نیروهای نیابتیش در عراق، سوریه، لبنان و یمن، اینا همگی تو راستای دکترین جنگ‌های نامتقارن یا دفاع مضایقه جمهوری اسلامی است که البته این حسن تعبیری برای تروریسم منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش. برای بقای جمهوری اسلامی در شرایط پرآشوب منطقه‌ای که خودش ایجاد می‌کنه، برای صدور انقلاب و ایدئولوژی خمینیسم، برای ستیز با غرب، برای ستیز با اسرائیل و برای اینکه تبدیل بکنه جمهوری اسلامی ایران رو عملاً به اسب تروای چین و روسیه در اون نبرد بزرگ این دو قدرت جهانی با آمریکا برای تثبیت اتوکراسی در جهان در برابر دموکراسی. و جمهوری اسلامی ابراً به نظر من ابزار چین و روسیه هستش برای اینکه به این هدف برسه. و این جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم با در واقع سرمایه‌ای که داره جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران هزینه می‌کنه، در این پروژه بزرگی هستش که چین و روسیه دارن رقم می‌زنن. در خود سوریه این استراتژی جنگ در منطقه خاکستری در واقع خیلی شاخص‌تر بوده. جنگ در منطقه خاکستری این هستش که جمهوری اسلامی میاد کشورهای مثل عراق، سوریه، یمن، لبنان رو تبدیل میکنه به منطقه خاکستری، یعنی نه در اون جنگ تمام عیار باشه و نه در اون بتونه صلح و ثبات حتی نسبی هم وجود داشته باشه. یه وضعیت پرآشوبی از طریق این هزینه‌های مالی یا در واقع اون هدف اصلی خودش رو بخواد در واقع بهش برسه. توی خود سوریه آماری که ما داریم این هستش که حالا خود وزارت امور خارجه آمریکا چند سال پیش گفته بود جمهوری اسلامی سالی بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار هزینه میکنه، ولی آمار اگه بخوایم در نظر بگیریم با احتساب خطوط اعتباری که جمهوری اسلامی داده، احیای پول نقد، پرداخت حقوق شبه نظامیان، کمکایی که برای احداث مساجد، مدارس، حسینی‌ها و بیمارستانا دارن، ارسال نفت مجانی به سوریه، اعطای بورسیه‌های تحصیلی به جوانان سوری، حالا چه شیعه باشه و چه سنی، در خود سوریه به تنهایی جمهوری اسلامی بین 5 تا 7 میلیارد دلار هزینه کرده فقط در سوریه هستش. در عراق و یمن و لبنان هم در واقع مبالغ خیلی بالای هزینه شده، میشه در مورد اونها بعداً بحث کرد، ولی به رغم این هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی کرده، الان به نظر من نتونسته جمهوری اسلامی به اون هدف اصلی خودش در واقع برسه. چون مثلا ما می‌بینیم که توی خود منطقه، توی نظم منطقه‌ای که ما شاهد هستیم، در واقع نظم منطقه‌ای به شکلی داره رقم می‌خوره که به نفع جمهوری اسلامی نیستش. همچنان فشار روی جمهوری اسلامی چه از روی غرب وجود داره و البته کشورهای منطقه مثل عربستان و دیگه این کشورها، اگرچه با ایران عادی سازی روابط رو در دستور کار قرار میدن، اما همچنان این مسئله مداخلات منطقه جمهوری اسلامی برای همین کشورها هم مسئله نگران کننده هستش. و مسئله این هستش که شما وقتی که بر اساس هزینه و فایده بخوای اقدام بکنی، شما جمهوری اسلامی هزینه که کرده به مراتب بیشتر از اون چیزی بوده که تونسته فایده‌ای براش داشته باشه، چون وضعیت داخل ایران نشون میده که عملاً این به نفع مردم ایران نبوده و حتی به ضرر خود جمهوری اسلامی هم بوده. بله، بسیار متشکرم از شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک که با ما همراه بودید. به تازگی فایل صوتی از سخنرانی یکی از مدیران وزارت اطلاعات در رابطه با خیزش انقلابی منتشر شده که در آن ادعای نقش داشتن اجنه شیطانی در اعتراضات مردمی مطرح می شود. در این فایل که وبسایت دیگربان آن را منتشر کرده، سخنران که به نظر می رسد در جمع زنان و مردان طلبه یا بسیجی سخنرانی می کند، ادعاهای دیگری چون فروپاشی آمریکا و اروپا نیز مطرح کرده. سایت دیگربان تاکید کرده که هویت این مقام اطلاعاتی و محل سخنرانی مشخص نیست. ما تو این فتنه برخلاف فتنه‌های قبلی که خیلی موضوع برجسته نشد، بدون تعارف حضور و ظهور بروز اجنه شیطانی رو داریم تحلیل میکنیم. این خیلی موضوع مهمی است، توجه کنید. ما در تاریخ، در روایات، در قرآن داریم اجنه شیطانی یه وقتی مستقیم وارد حمله میشن. کجا؟ یه جا دیدیم، یادشون هست؟ دوره حضرت سلیمان.
اینها در دوره حضرت سلیمان تو فیلم ملک سلیمان محققین ما واقعا سنگ تمام گذاشتن، دقیق در آوردن. یه لکه های سیاهی اینا وارد آدم ها میشن، آدم های کم ایمان، کم به اصطلاح سست ایمان، اینا ورود میکنن، حلول میکنن در این آدم ها. دقیقا نشون میده این آدم ها آدم هایی هن که زن و بچه های خودشون رو دست و پاشون رو بستن، دوره هم جمع کردن، دورشون هیزم دارن، آتیش میزنن زن و بچه خودشون رو. در این شرایط بیرون واسدن با تبر که بعد که آتیش زدن حمله کنن این زن و بچه ها رو بکشن. آدم ها مردا ها، حضرت سلیمان با به اصطلاح لشکرش از اسب میانم ایان اینا رو میگیره، دونه دونه با ذکر لا اله الا الله شیطان رو از وجود اینا خارج میکنه و اینها شاید مشخص میشه که شیطان اون قطعات تیکه های لکه لکه سیاه از وجودشون خارج میشه. بعد که اینا آدم حسابی میشن بعدن دوباره میرن زن و بچهشون نجات میدن. حضرت سلیمان به معنای واقع مبارزه با اجنه شیطانی در حکومتش هست. بعد پایان فیلم حضرت سلیمان میگه اینا رو ما فراری دادیم، اینا میرن یه بار دیگه آخر زمان میان و نزاع جدی اونجاست. سخنران جلسه که وبسایت دیگربان او را یک مدیر ارشد اطلاعاتی معرفی کرده، در ادامه با اشاره به اینکه علما راهکار مقابله با اجنه را میدانند افسوده، جنگ با این موجودات جدی است اما نماز شب آنها را به زنجیر میکشد. به گفته او دستور عمل مقابله با اجنه جمع‌آوری ماهواره و پخش اذان، قرآن و روزه است که تهیه شده. برای مبارزه با اجنه شیطانی باید از این به بعد، اینجا به بعد جنگ ما با اینها جدی خواهد شد. ما بعضی از علما ما جلساتی داشتیم برای اینکه چیکار میشه کرد. اینو طبعا اون مطلب آخر خوب بگم تمام. با بعضی از علما در مواجهه با این اجنه شیطانی چه باید کرد، یه دستورالعمل‌ها، یه راهکارها. آقا صدای اذان به شدت مؤثره. معزنه ها، ادارات، خانه ها، اینجا باید صدای اذان پخش بشه. صدای اذان در یک منطقه اینها رو فراری میده، خیلی مهمه. صدای قرآن، آقا چرا گفت 10 میلیون حافظ قرآن هی قرآن بخونن؟ برای اینکه صدای قرآن اینها رو به شدت داره فراری میده. بماند صدای روزه ابی عبدالله، آقا خونه ها باید روزه های امام حسین رایج بشه. خونه ای که مال ناپاک، خونه‌ای که خمس و زکاتش داده نشده، محل تردد اجنه شیطانی راحت‌تر اونجا تردد میشه. ما هنوز نگفتیم جایگاه نماز شب رو. یکی از بزرگان میگفت که کسی که نماز شب میخونه تأثیرش نه در خانه خودش، بلکه در منطقه خودش اینها رو فراری میده. یه بزرگی میگفت ما هنوز نفهمیدیم که نماز شبهای آقای بهجت ها و بزرگان دینی ما چطور اینها رو به قل زنجیر میکشه. یعنی ما جایگاه نماز شب و از این به بعد از یه زاویه دیگه بجز رشد معنوی، رشد برای مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی، به سحرها، به اشکها، به روزه ها، به نماز شبها، به پاکی مالها نیاز داریم. ما خونه ها باید ماهواره جمع‌آوری بشود. چرا؟ در خونه که ماهواره است محل تردد اجنه شیطانی را برقرار میشه. این مقام وزارت اطلاعات در ادامه به پوشش خیزش انقلابی در رسانه‌های چون ایران اینترنشنال میپردازد و میگوید در اعتراض‌ها یک نفر از اعتراضات فیلم میگرفت و این فیلم به صورت زنده از ایران اینترنشنال پخش میشد. سخنان او درباره پخش زنده اعتراضات در ایران اینترنشنال در حالی بیان شده که با بالا گرفتن جنبش زن زندگی آزادی پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در اواخر شهریور ماه 1401 اینترنت به شکل پیوسته و مداوم قطع بود و امکان پخش زنده از داخل ایران وجود نداشت. الان ما دست نفوذ لیبرالیسم اقتصادی تو گرونی اخیر رو داریم میبینیم. اینترنشنالی که قبلا صبح تا شب اختشاشات رو میزد، الان چون شبکه ماهواره ها رو داریم رصد میکنیم، الان دقیقا اینترنشنال داره هی میگه خودرو چی شد، دلار چی شد، ارز چی شد، معلومه حساب شده دارن حرکت میکنن. نگاه کنین عزیزان من، اینا یگانهای 5 نفره رو ریختن تو کشور. یگان 5 نفره، یک نفر شعار میده، یک نفر مردم رو جمع میکنه، یک نفر همزمان یکی رو میکشه، سپاهی بسیجی به قول بچه حزب‌الله اینا هرچی و ناجاییه، و یک نفر همزمان یه جا رو آتیش میزنه، یک نفر هم کنار واستاده داره چیکار میکنه با موبایل آیفون پخش زنده تو اینترنشنال و بی بی سی فارسی هم ساله هم. شما اینترنشنال نگاه میکردید صبح تا شب دقیقا تصاویر موبایل ها بود که پخش میشد، حساب شده است.
در بخش دیگری از این فایل به سرکوب مردم معترض پرداخته شده و سخنران از شناسایی معترضان با استفاده از دوربین و ریز پهپادها در مکانهای خلوت گزارش می‌دهد. نه کنید ما چه کردیم دقیقا مشخصا. اولا یک اختشاشات یکم طولانی شد. بله تقریبا نزدیک 2-3 ماه طول کشید. چرا؟ ما باید چهره های لیدرها رو شناسایی میکردیم. یعنی اینا باید میومدن تو خیابون، اینا باید حضور پیدا کنن، چون اگر همینجوری با فضای امنیتی کامل بسته میشد اینا آتش زیر خاکستر، لیدرها ضرب میشدن به افراد دیگر و یک جریان بزرگ تشکیل میشد. لذا اجازه دادیم اینا بیان تو خیابون. تو خیابون با دوربین ها و با پهبادهای ریز چهره ها رو شناسایی کردیم. تو کوچه پس کوچه خیابون بنبست چهره در اومد، ماسک ها که در اومد، چشم، صورت، اینا همه کاملا به اصطلاح پیدا کردیم و ما لیدرها رو، چهره رو با شناسایی میکردیم. لذا اساسا یکم طولانی شد اما پروژه یک کامل جمع‌آوری شد و لیدرها رو جمع‌آوری کردیم، اکثریت قریب به اتفاق. همزمان اینم بگم پروژه 9 هم جمع‌آوری شد، یعنی با جمع‌آوری خانه‌های تیمی پر از سلاح، سلاح‌ها رو که جمع کردیم دیگه تهمونده این دوتا سلاحشون به شاه چراغ رسید. تهمونده اینها دوتا سلاحش به شهید عجمیان رسید که توی کرج شهید شد. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما همراه شدن. آقای کاظمیان، چقدر اشاره این مقام وزارت اطلاعات به اجنه برخواسته از باورهای اون یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامیه و چقدر توضیح و توجیه آگاهانه و عمدیه برای منحرف کردن ذهن مخاطبان؟ این به گمان من هر دوی این ملاحظات قابل توجهه. یعنی به هر حال همونطور که این مقام وزارت اطلاعات در سخنرانیش اشاره میکنه، جای ارجاع میده به صحبت علی خامنه‌ای در رابطه با مقابله با همگیری کرونا با تکیه به صحیفه سجادیه. به هر حال یک باورهای مذهبی سنتی که پهلو میزنه به خرافات در نه فقط این مقام وزارت اطلاعات بلکه در بسیاری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حامیان حکومت وجود داره که جا به جا تلاش میکنن با تکیه به اینها هم پروژه های سیاسی امنیتی خودشون رو پیش ببرن، هم تهییج و تحریک کنن بدنه حامی خودشون رو. خب مخاطبین این سخنران از طلاب هستن یا از بسیجیانی که بیگانه نیستن با این دست تعابیر. و البته باز فراموش نکنیم که اشاره به اجنه شیطانی، جن یا مفاهیم اینچنینی در این حوزه گفتمانی چیز غریبی نیست. مراسم، همایش ها، حتی پایان نامه هایی در حوزه های علمیه یا آموزشگاه های مرتبط با اونها، مراکز دانشگاهی وابسته به حکومت به ویژه حوزه، با محوریت همین بررسی جن در احادیث و قرآن و اینها انجام میشه. پروژه های تحقیقاتی، تز، همایش ها به یک معنا یک چنین باوری وجود داره. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که این مقام امنیتی نه تنها اینها رو برای تهییج مخاطبی خودش استخدام میکنه، بلکه اساسا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با یک چنین رویکردهایی تلاش میکنن واقعیت رو تحریف کنن و روایت متفاوتی از اون چیزی که رخ داده رو به مخاطبین خودشون، البته طبیعتا در صف اول حامیان حکومت، ارائه کنن. اینکه چقدر اینها به ویژه ادعاهایی که هیچ نسبتی با واقعیت نداره و البته نسبت علمی نداره، مستدل نیست، چقدر اینا مورد پذیرش میگیره پرسش جدی است که با اطمینان میشه گفت اکثریت جامعه ایران به این دست ادعاها خواهند خندید و طبیعتا رویکردهای اعتراضی خودشون رو تعقیب خواهند کرد. خب آقای کاظمیان، فکر میکنید چقدر اساساً ریشه یابی این مقام وزارت اطلاعات و توضیحاتش درباره جنبش زن زندگی آزادی با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران مطابقت دارد؟ این فایل صوتی حدوداً 30 دقیقه‌ای که منتشر شده آکنده هست از دروغ، از تحریف حقیقت و طرح ادعاهای کذب و بیگانه با اونچه که رخ داده. ادعاهایی مطرح میکنه از جمله این که مثلا نیروهای اجتماعی در ایران رو آمریکا فرستاده به اردوگاه‌های نظامی در ترکیه، در کردستان عراق، در اردن، یا همین خبری که شما خوندی از کشف خانه‌های تیمی از آکنده از اسلحه گزارش میده، در حالی که یک جنبش خشونت پرهیزی که معترضان راهی خیابان شدن برای پیگیری مطالبات خودشون، اون مشخص
کجاست بود، چه بنیانهایی داره، چه ریشه هایی داره، چه گروه های اجتماعی حامی این جنبش شدن، که به طور عمده از نوجوانان، جوانان، زنان که سبک زندگی متفاوتی رو ترغیب میکنن به طور مشخص در اون حضور داشت، تا شهروندانی که طبیعتاً مطالبات اقتصادی یا سیاسی دارن، و همه اینها همراستا شد به قصد مقابله با یک حکومت ایدئولوژیک و سرکوبگر. طبیعتاً ادعاهایی که مطرح شده در این گزارش، در این از قول این مقام اطلاعاتی، واقعا بیگانه هست، و چیزی که جای تأمل داره اینه که این نگاه بازخوانی یا تکرار همون ادعاهای علی خامنه ای است که از جنگ ترکیبی میگه، به دنبال ریشه‌یابی بحران نه فقط در داخل که در خارج از کشور، همه مشکلات رو به دن و ریشه‌یابی میکنه با دشمن خارجی آمریکا، که اینجا در این صحبت هم مشخصه. و طبیعیه که این نگاه همون است که در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دیدیم، از کلیدواژه جنگ ترکیبی مورد توجه خامنه ای گفتن، و حالا در این فایل صوتی هم ادعاها و دروغ‌های تکرار شده که نسبتی با واقعیت نداره. و خروجی این ادعاها، من اشاره کنم که عملا یعنی میشه کوبیدن بر تبل سرکوب و تحریف حقیقت، انتشار ادعاهای نادرست در فضای رسانه‌ای، و البته تهدید کنشگران اجتماعی، و البته در نقطه مقابل هم راهی باقی نمیذاره برای مردم ایران به جز تکیه به جنبش‌های اعتراضی و تلاش برای گذار به دموکراسی با نافرمانی مدنی. بسیار متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم که از لندن با ما همراه بودید. روزنامه کیهان در پاسخ به واکنش منتقدان پس از اظهارات علی خامنه‌ای در مخالفت با برگزاری همه‌پرسی نوشته رفراندوم رو راهپیمایی‌های روز قدس و 22 بهمن در کف خیابان است. روزنامه نزدیک به علی خامنه‌ای در این مطلب ادعا کرده که مردم ایران در راهپیمایی‌های مانند تاسوعا و عاشورای 1357 رأی خود را به جمهوری اسلامی اعلام کردند. بیشتر علی خامنه‌ای با زیر سوال بردن سطح شعور و قدرت تشخیص مردم گفته بود مردم امکان تحلیل مسائل برای رفراندوم را ندارند. وبسایت روزنامه همشهری نیز با انتشار ویدیویی مدعی شده که جمهوری اسلامی تنها حکومتی در عالم و تاریخ است که اصل نظام را به رفراندوم گذاشته. همشهری در این ویدیو گفته برای برگزاری رفراندوم رئیس جمهوری یا 2/3 از نمایندگان مجلس باید درخواست ارائه کنند. همشهری همچنین تاکید کرده که رفراندوم 6 ماه کشور را تعطیل می‌کند و نمی‌توان سر هر مسئله این نظر مردم را پرسید. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد با ما همراه شد. آقای حاجی حسینی، بعد از صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای دیدیم که واکنش‌ها و انتقادها به این اظهارات خیلی زیاد بوده، اما حالا می‌بینیم که روزنامه‌های نزدیک به حکومت مثل روزنامه کیهان و همشهری به نوعی به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی پرداختن و صحبت های اون رو تایید و تکرار کردن. شما واکنش این روزنامه ها چطور میبینید؟ رفراندوم به حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده، و اینکه آقای خامنه ای الان ناگهان میاد و مطرح میکنه که در واقع در گیومه عرض میکنم، او میگه که رعایا عقل و قدرت تحلیل لازم برای شرکت در انتخابات رو ندارند، یعنی این نگاه رو آشکار میکنه که اساسا مردم رعیت هستند و حاکمیت نظام در جایگاهی ایستاده که برای مردم تصمیم گیری میکنه. خب میدونیم که این نگاه هم ریشه داره در باورهای دینی، در صغیر دانستن مردم، اینکه اساسا در تفکر شیعه این ولی فقیه در جایگاهی که میسته نقش راهبری داره و خیلی قرار نیست رجوع بکنه به آراء مردم. البته تناقضی که اینجا وجود داره این است که روایت‌های زیادی از سطح اسلام مطرح است که پیامبر به عنوان مثال گفته که حتی فرمان روا یا اون والی بدون رأی مردم نمیتونه بر سر کار باشه. آقای خامنه ای در روز تولدش در آستان در ورود به 85 سالگی خودش این صحبت ها رو مطرح کرد. او جا و بی جا و به طور پیوسته، به خصوص در ملاقات هایی که با دانشجویان داره، و این میدونیم که این دیدار هم با کسانی که با عنوان دانشجو معرفی شدند اتفاق افتاده، همیشه گفته که از مشکلات آگاهه. از شخص او البته انتقادی معمولا نمیشه در این جلسه ها، ولی اون انتقادهایی که مطرح میشه او میگه از اونها آگاهه، کارگزاران نتونستند نظر خود او رو هم تأمین بکنند، یا میگه که دانشجوها جوانند، احساساتی هند، از همه امور اطلاع ندارند و این اوست که
از همه چیز آگاهه. این تکرار این فرزانه انگاری، این که اصولا در این نظام تنها وقتی یک فرد درست میگه یا موضع اصولی میگیره یا دارای بصیرت، اینها همه ترمهایی که آقای خامنه ای به ترتیبی استفاده کرده که چیزی رو تکرار بکنه که او مطرح کرده. ما موضع مخالف یا نظر انتقادی نداریم. حالا پرسش این است که اساسا آقای خامنه این مشکلش با رفراندوم چیه؟ حالا گیرم که شش ماه هم یک فضای دو قطبی ایجاد بشه یا هزینه های ایجاد بشه، این همه خواست و خرجی ها که داره اتفاق میفته، خب یک رفراندوم هم میتونه برگزار بشه که مردم نظرشون رو اعلام بکنند. به نظر میاد که رهبر جمهوری اسلامی یک جوری داره پایان جمهوریت رو اعلام میکنه، با توجه به اینکه حوزه در واقع اقتدار در او متمرکز و محدود شده و عملا همه چیز وابسته شده به اراده او. به نظر میاد که این اظهارات هم به نوعی برای این است که تعیین تکلیف بکنه و در مقابل منتقدان داخلی به خصوص بیسته، یعنی کسی مثل عبدالحمید اسماعیل زئی امام جمعه اهل سنت زاهدان یا حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران که اینها درخواست رفراندوم رو مطرح کردند، آقای خامنه ای عملا تعیین تکلیف میکنه برای اینها. بسیار متشکرم از شما رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار که با ما همراه بود. صادق امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه با اعتراف به شکست شیوه‌های پیشین برای اعمال حجاب اجباری، مجلس را به اهمال در قانون گذاری متهم کرد. این بیانیه در پاسخ به مشتبه توانگر نماینده مجلس شورای اسلامی صادر شده که با انتقاد از عملکرد صادق امر به معروف گفته بود در برخورد با حجاب نباید سراغ روش‌های شکست خورده رفت. صادق امر به معروف و نهی از منکر از تصویب نشدن طرح عفاف و حجاب در مجلس انتقاد کرده و در بیانیه خود توضیح داده که از مجلس خواسته بود تا با تصویب ماده واحدی این طرح را به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ملحق کنند، اما مجلس اقدامی در این مورد انجام نداده. پانتا بهرام، بازیگر سرشناس سینما، روز گذشته همزمان با پخش آخرین قسمت سریال پوست شیر در پردیس سینمایی لوتوس بدون حجاب اجباری حاضر شد. تصاویر منتشر شده از پانتا بهرام در شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفته. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته فشار نیروهای امنیتی بر بازیگران و هنرمندان افزایش یافته است. پیش از این نیز تصاویری از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمد آریا بدون حجاب اجباری منتشر شده بود و واکنش‌های فراوانی نیز به همراه داشت. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نافرمانی‌های مدنی از جمله مخالفت با حجاب اجباری به شیوه‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور در حال گسترش است. زنان و دختران در سراسر کشور فشارها و تهدیدهای حکومت را نادیده گرفته و بدون حجاب اجباری در سطح شهر رفت آمد می‌کنند. امروز 1402 بدون حجاب اجباری. رادان جون، مثل اینکه یادت رفته ما دیگه نمیترسیم از تهدیدای چرتتون. اینجا ایرانه، ایران مال ماست. امروز 31 فروردین 1402 پیاده روی بدون حجاب اجباری، تهران، زن زندگی آزادی. روزم شوه همه لاهاش سیگان تده شوا که بارم سرابه زبخت بردم گلم خواه هایی گلم کارا وار بی خارا زدوری لرزار بی مارم.
نه به حجاب اجباری 31 فروردین. این هم ورودم به مترو. ماسکو زدم فقط جهت این که بیماری نگیرم، وگرنه که از ترس تشخیص هویت نیست. امروز 31 فروردینم. کنون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت 55 سال تأسیس خود منتشر کرده گفته امید به تغییر در چارچوب تنگ استبداد نمی‌گنجد. اعضای کنون نویسندگان ایران در این بیانیه گفتن حاکمیت خون معترضان بسیار را بر زمین ریخته، جان شمار را با طناب دار گرفته و بسیاری را در زندان‌های خود محبوس کرده است. نویسندگان این بیانیه همچنین دگرگونی بنیادی جاری جامعه ایران را امیدوارانه خوانده و گفتند آزادی بیان دروازه رسیدن به آزادی‌های دیگر است. به گفته خبرگزاری هرانا، کیفرخواست 4 فعال صنفی معلمان صادر و پرونده آنها به دادگستری مریوان ارجاع شده است. نام این 4 فعال صنفی آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری است. به گفته هرانا، کیفرخواست پرونده این 4 فعال صنفی معلمان توسط دادسرای عمومی و انقلاب مریوان صادر شده و اتهام آنها تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. نشریه های شپیگل و فارن پالیسی در 2 مطلب جداگانه با اشاره به تحولات در خاورمیانه و خلیج فارس از افزایش احتمال وقوع جنگ با ایران خبر می دهند. پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مبهم بودن سرنوشت احیای برجام، کمک به شبه نظامیان حزب الله و حماس در حمله به اسرائیل و معاملات تسلیحات بین تهران و مسکو از جمله احتمال تحویل جنگنده های پیشرفته سوخ 35 به جمهوری اسلامی از مواردی است که به نوشته نشریه و بر اساس نظر کارشناسان امنیتی به تشدید تنش در منطقه و احتمال حمله به ایران منجر خواهد شد. برای گفتگو بیشتر در این زمینه هم همراه میشه با همکارم احمد صمدی که از برلین با ما همراه شد. احمد، پس از عادی سازی روابط بین تهران و ریاض انتظار میرفت که آرامش به منطقه برگشته باشه، اما ظاهرا تحلیل این دو نشریه با این دیدگاه مغایرت دارن. برای این تحلیل‌ها به چه مواردی استناد شده؟ خب موارد زیادی رو این دو نشریه که در واقع یکی در اروپا و یکی در ایالات متحده هست مطرح میکنن و در واقع به نوعی هشدار و زنگ خطر رو از زبان کارشناسان برای اسرائیل مطرح میکنن. از جمله مواردی که بهش اشاره میشه به موضوع حملاتی اشاره میشه که در 6 آپریل از سوی حماس و جهاد اسلامی و با کمک حزب الله لبنان به اسرائیل شد و بر اساس در واقع تحلیل هایی که دو تا نشریه ارائه میدن، این علاوه بر اینکه خب جمهوری اسلامی تامین مالی میکنه، همکاری این دو گروه فلسطینی با حزب الله لبنان میتونه بسیار قابل تعامل باشه و این رو در واقع به نوعی یک وزنه مثبت یا یک وزنه به سمت جمهوری اسلامی میدونن. اتفاق دیگه که داره میفته در واقع مسئله هستش که رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داره و خب در واقع در اونجا تا به این لحظه روسیه که در واقع یکی از بازیگران عرصه جنگ در سوریه هست تلاش کرده که در منازعه‌ای که بین اسرائیل و ایران هست چشمان خودش رو ببنده، اما به نظر میاد که الان تحلیل‌ها به این هستش که احتمالاً روسیه بخواد که به درخواست‌های ایران پاسخ بده و در واقع در اینجا اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده و این باعث بشه که اسرائیل در سوریه هم با چالش مواجه بشه، چرا که در اونجا به هر حال علاوه بر نیروهای حزب الله و نیروهای بشار اسد، خب نیروهای جمهوری اسلامی هم اونجا هستن و این میتونه بسیار چالش برانگیز باشه. مسئله بعدی که در واقع بهش اشاره میکنن مراودات تسلیحاتی هستش که بین جمهوری اسلامی و روسیه وجود داره. خب جمهوری اسلامی پهپادهایی رو به روسیه میده و همچنین گفته میشه که موشک‌های کوتاه‌برد هم در اختیار روسیه قرار داده و در قبال اون قرار هستش که جنگنده‌های پیشرفته سوخ 35 رو در اختیار بگیره که خود این باعث خواهد شد که یک تنش جدید تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس وجود بیاد و
حتی گفته میشه که امارات متحده عربی میتونه که معامله خرید جنگنده های F-35 رو از ایالات متحده فعال بکنه. و موضوع بعدی هم بحث موضوع برنامه هسته‌ای ایران هستش که علارغم اینکه این مسئله حل نشده، در واقع کارشناسان معتقدن که این باعث شده که جمهوری اسلامی به سمت گام های بیشتری رو به سمت تولید سوخت برای تولید سلاح هسته‌ای برداره و این یکی دیگر از در واقع چالش های این منطقه به شمار میاد. خب احمد، اشاره کردی به حل نشدن موضوع هسته‌ای ایران و معاملات تسلیحاتی که بین ایران و روسیه وجوده، از جمله خرید جنگنده های پیشرفته از مسکو از سوی جمهوری اسلامی. چقدر این خرید این جنگنده ها، یعنی روند خرید این جنگنده ها و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شرایط حاضر در چه وضعیتی است؟ ببین، در واقع باید بگم که این بحث جنگنده، خب اینا جنگنده هایی هستش که روسیه پیش از این اونها رو به مصر فروخته بوده و مصر به خاطر تحریم هایی که ایالات متحده وضع کرده در واقع به نوعی اینا رو مرجوع کرده و اینا در دستان روسیه مونده و احتمال اینکه اینها رو به ایران بده هست، اما تحویل اونها در واقع تابعی از برخی از معادلات در منطقه خواهد بود. ضمن اینکه اگر جمهوری اسلامی هم بخواد به این جنگنده ها دست پیدا بکنه، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید که بخواد معادلات در منطقه رو تغییر بده. در خصوص موضوع برنامه هسته‌ای هم تا به این لحظه هنوز هیچ روند مثبتی رو ما شاهد نیستیم. از زمانی که کارشناسان آژانس گفتن که به تهران میرن و از برنامه هسته‌ای ایران رو قرار هستش که دوربین‌ها رو فعال بکنن، هیچ خبری به بیرون نیامده و ما به صورت جسته و گریخته هم اینو می‌شنویم که به نظر میاد که همچنان غرب به برنامه هسته‌ای ایران بی‌اعتماد هستش و اینکه برنامه هسته‌ای ایران همچنان داره در به صورت مخفیانه پیش میره، اینها همه موجب خواهد شد که در واقع در منطقه چالش به وجود بیاد. ضمن اینکه با توجه به عادی سازی روابط تهران و ریاض، اما کارشناسان معتقدن که این در واقع عادی سازی نیست و به نوعی تنش زدایی هست و هنوز بر سر بسیار از مسائل در منطقه اختلافات به قوت خودش باقی است و این در واقع باعث شده که کارشناسان اسرائیلی بگن که در واقع جنگ در منطقه اجتناب ناپذیره و اسرائیل بیشتر به این موضوع تمایل داره. بسیار متشکرم از تو احمد صمدی. دبیرکل ناتو برای اولین بار از زمان تهاجم روسیه به اوکراین وارد کیف شده است. به گزارش رویترز، این سفر در آستانه آمادگی‌های اوکراین برای راه اندازی حملات علیه ارتش روسیه در شرق کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر، وزارت دفاع دانمارک اعلام کرده که قصد دارد به صورت مشترک با هلند 14 تانک لئوپارد 2 به اوکراین اهدا کنند. انتظار می‌رود این تانک‌ها تا اوایل سال 2024 تحویل اوکراین شود. پرتاب فضاپیمای استارشیپ پس از یک روز تأخیر امروز انجام می شود. این فضاپیمای ساخت شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک قرار بود روز دوشنبه به فضا پرتاب شود که به دلیل یخزدگی یکی از دریچه‌های فشار به تأخیر افتاد. حالا مشتاقان فضا برای پرتاب بزرگترین موشک ساخت بشر لحظه شماری می کنند. پیام دریابی گزارش می دهد. استارشیپ ساخت شرکت اسپیس ایکس قرار بود روز دوشنبه از منطقه بوکاچیکا در تگزاس اولین پرواز آزمایشی خود را انجام دهد. گرچه ایلان ماسک پیشتر گفته بود ممکن است پرتاب با تأخیر روبرو شود. دلیل تأخیر یخزدگی یکی از دریچه‌های فشار این موشک بود. استارشیپ از متان مایع به عنوان سوخت استفاده می کند. نقطه جوش متان مایع منفی 160 درجه سانتیگراد است. دمای بسیار پایین که میتواند باعث یخزدگی مخازن و دریچه ها شود. مهندسین پرواز میگویند با تشخیص به موقع یخزدگی از یک خسارت عمده جلوگیری کردند. سوخت‌گیری این موشک ها چند ساعت قبل از پرتاب انجام میشود. به همین دلیل زمانی که مخازن سوخت پر میشوند، خطر یخزدگی و شکست اتصالات هم به وجود می آید. بر اساس برنامه ریزی ها، فضاپیمای استارشیپ 3 دقیقه پس از پرتاب از بخش بالا برنده اش جدا می شود. سپس در فاصله 150 تا 250 کیلومتری زمین به مدت 60 دقیقه یک آزمایش مداری انجام می دهد و پس از آن با ورود به جو زمین در اقیانوس آرام فرود می آید. پرتاب فضاپیمای استارشیپ فصل جدیدی از اکتشافات فضایی را خواهد گشود. ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس میگوید استارشیپ میتواند شهری مستقل و خودکفا روی سیاره مریخ ایجاد کند. باید دید قدم‌های بعدی ماسک برای رسیدن به این هدف چیست. پیام دریابی،
لندن. مصطفی خسروی رصدگر و عکاس آسمان شب همراه ما شدن. آقای خسروی، چقدر فرستادن چنین فضاپیمایی به فضا فصل جدیدی از آغاز اکتشافات فضایی رو باز میکنه؟ ببینید، قراره که با ارسال این فضاپیما به فضا و تست کردن اون و آماده کردن اون برای ماموریت‌های آینده، ما منتقل کنیم گروهی رو به ماه و بر روی ماه یک ایستگاه فضایی بسازیم تا بتونیم برنامه‌های بعدی که انسان قراره برای رفتن به مریخ و حتی دورتر از اون داشته باشه رو با استفاده از یک پایگاه روی ماه عملی کنیم. استارشیپ در اصل داره این مسیر رو باز می‌کنه، قرار ما رو ببره تا ماه، قراره بتونه اونجا تجهیزات بیاره، حدود 100 تن بار حمل کنه و به این بشر این امکان رو بده که یک ایستگاه فضایی در ماه حداقل داشته باشه. خب آقای خسروی، فکر میکنیم فرستادن چنین فضاپیمایی به فضا از سوی شرکت اسپیس ایکس میتونه نقطه عطفی باشه برای این شرکت در بلند پروازی های فضایی که داره؟ 100%. موضوع اینه که بلند پروازی های ایلان ماسک اینجا تموم نمیشه و برنامه هایی که اون برای آینده داره به نظر من بسیار جذاب هست. البته باید دید که پیشرفت تکنولوژی و همکاری های بین المللی به کجا خواهد رسید. یکی از برنامه هایی که ایلان ماسک داشته قبلا هم گفته سفر به مریخ هست، برای یک سفر حدوداً 50 الی 100 روزه آدم ها باید آماده بشن، شاید در سالهای نچندان نزدیک، ولی این اتفاق هم عملی خواهد شد. خب آقای خسروی، اشاره کردیم به اینکه امکان داره که این رویایی که انسان ها دارن که زندگی در مریخ باشه، چقدر میتونه ساخت چنین فضا و پیماهای این رویا رو به حقیقت نزدیک کنه؟ ببینید، واقعیتش اینه که این رویا در حال به وقوع پیوستن هست. ما نمیدونیم کی، ولی به وقوع خواهد پیوست. آنچه که میدونیم مثلا همین استارشیپ از سال 2019 تا الان برای اینکه به این نقطه برسه 10 تا پرواز انجام شده، 10 تا آزمایش انجام شده که از بین اونها 4 آزمایشش منجر به انفجار شده و از بین رفتن اون سیستمی که درست شده. باید آزمایش ها انجام بشه، سعی و خطاها انجام بشه تا سیستم به بهترین بهره‌وری خودش برسه که بشه اعتماد کرد و جان انسان‌ها رو در اختیارش قرار داد که راهی فضا بشن، و این پروسه‌ای که بیشک بشر در سال‌های آینده طی خواهد کرد. بسیار متشکرم از شما مصطفی خسروی، رصدگر و عکاس آسمان شب. FBI روز گذشته هشدار داده که ایران و چین به طور فزاینده‌ای به استخدام کارگاه‌های خصوصی برای جاسوسی از مخالفان خود در آمریکا روی آوردند. مقامات ضد جاسوسی FBI در نشست خبری با خبرنگاران در مورد سرکوب توسط این دو دولت از قربانیان خواستند تجربیات خود را با پلیس FBI به اشتراک بگذارند. ارتش سودان در بیانیه از تخلیه 177 پرسنل فنی نیروی هوایی مصر با هماهنگی وزارت دفاع این کشور به قاهره خبر داد. در این بیانیه آمده است که سربازان مصری شام روز پنجشنبه در 4 هواپیما در قاهره فرود آمدند و باقی نیروهای تخلیه شده از پایگاه نظامی طی روزهای آینده برگردانده خواهند شد. شبه نظامیان واکنش سریع ویدیویی از سربازان و افسران مصری را پس از بازداشت از فرودگاه مرو منتشر کرده بودند. تا هنوز آمار دقیقی در مورد نیروهای گیرمانده مصری در سودان وجود ندارد. این در حالی است که ساعاتی پس از آتش بس موقت صدای انفجار و تیراندازی‌های پراکنده در نقاط مختلف شهر خارتوم شنیده شده است. و ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. رأس ساعت 4 عصر با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما خواهیم بود. وقتتون بخیر.